بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 از مضمون مایکروبیولوژی را در خدمت شما عزیزان هستیم. از این جلسه موضوع جدیدی از مجموعه میکروارگانیسم‌هایی که قرار مطالعه کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیگه از میکروارگانیسم‌هایی که در مضمون مایکروبیولوژی با خصوصیات آنها آشنا میشیم و نحوه تولید مثل و ویژگی های اونا را بیشتر میخوانیم، قارچ ها یا فونجی ها هستند. اگر خاطرتان باشه گفتیم که یک نوع طبقه بندی موجودات ذره بینی یا به طور کل موجودات بر اساس پروکاریوت و یوکاریوت بود. پروکاریوت موجوداتی بودند که هسته حقیقی نداشتند و از نظر تکاملی در سطح پایین‌تری قرار دارند، اما یوکاریوت‌ها دارای هسته حقیقی بودند و ارگان‌های داخل هستوی کامل‌تری دارند و نسبت به پروکاریوت‌ها پیشرفته‌تر و تکامل‌یافته‌ترند. در مجموعه پروکاریوت‌ها صحبت از باکتری‌ها میشه که جزو پروکاریوت ها هستن، یعنی دارای هسته حقیقی نیستن و از نظر تکامل کمی عقب مانده ترن. اما در یوکاریوت ها ما موجودات مختلفی را در این دسته قرار میدیم. ابتدایی ترین موجودی که در این دسته قرار میگیره، در جلسات پیش روی او صحبت کردیم که پروتوزوها بود. گفتیم پروتوزوها اولین یوکاریوت ها هستند، یعنی دارای هسته حقیقی هستند و بعضی از ارگان های داخل هستوی را دارند، اما از نظر تکامل جزو ساده ترین یوکاریوت ها محاسبه می شد. اگر در یوکاریوت ها موجودات را بر اساس تکامل یافتگی بخوایم تقسیم بندی کنیم، پس اول پروتوزوها در بحث یوکاریوت ها مطرح و بعد از او قارچ ها یا فونجی ها جای می گیرم. خب بعد از این موضوع مسلماً حجرات جانوری و گیاهی پیشرفته تر و تکاملی یافته تر می شن. اما در مرحله دوم تکاملی در یوکاریوت ها ما می تونیم فونجی ها یا قارچ ها را جا بدیم که انشاءالله در طی چند جلسه سعی می کنیم که با این موجودات هم آشنا بشیم که فونجی ها یا قارچ هستن. پس عنوان درس قارچ هاست و هدف از درس آشنایی با ویژگی ها، انواع و نحوه تولید مثل قارچ هست. البته قارچ که میگیم منظور تنها سمارق یا او قارچ خوراکی نیست که مجموعی از حجرات تک حجروی رو شما میبینید که در نهایت شبیه یک نبات به صورت قارچ در میاد. قارچ ها دسته های بسیار مختلفی داره و اکثرا به صورت میکروسکوپیه و قابل دید نیست. مثلا قارچی که در روی پوست یا مثلا بر روی سطح زیر مو زده میشه معمولا قابل دید نیستن، اما اونها هم از نظر شکل و ظاهری در زیر میکروسکوپ شبیه همین سامارق یا قارچ های خوردنی است. البته سامارق یا قارچ های خوراکی هم در مجموعه همین قارچ ها دستبندی میشه و نوعی از قارچ ها هستن که در ادامه با همدیگه این نوع قارچ ها را هم طبقه بندی خواهیم کرد و خواهیم فهمید که قارچ ها چند گونه هستن و چگونه چه ویژگی های دارن و چطور تولید مثل میکنن. پس این فصل شروع میکنیم با موضوع قارچ. انشالله چند جلسه را دربر میکنیم، سعی میکنیم که تمام خصوصیات، ویژگی ها و مسائلی که در مورد قارچ هست رو با هم دیگه بگیم. تصاویری که شما سمت چپ و راست میبینید قارچ های در واقع میکروسکوپی هستن، یعنی حجراتی که با چشم غیر مسلح قابل دید نیستن، اما از نظر ظاهری هم همونطور که میبینین شبیه سامارق یا قارچ های خوراکی هستن. البته باز
ما قارچهایی داریم که شبیه از نظر شکل زاری شبیه ساماروها نیستن، اونا هم جزو قارچ حساب میشن یا فنجی ها حساب میشن که در ادامه با همدیگه بحث خواهیم کرد. اما اهمیت قارچان یا فنجی ها، در حدود 2 میلیون نوع موجود زنده وجود دارند که قارچ ها یا فنجی ها حدود 73,000 نوع از اونها را تشکیل میده. پس بخش زیادی از موجودات زنده را انواع قارچ ها تشکیل میده. قارچ ها در طبیعت نقش مهمی بازی میکنه که در ادامه با هم دیگه مطالعه میکنیم. بعضی از آنها حتی مفید هم هستند و برخی دیگه باز مضرن. خب در این جلسه سعی میکنیم که به جنبه های مضر قارچ ها و جنبه های مفید قارچ ها بپردازیم تا بدانیم که در زندگی ما و طبیعت این قارچ ها چه نقش های مضر و قارچ های و چه نقش های مفیدی بازی میکنن. پس الف جنبه های مضر قارچ ها را در ابتدا بحث میکنیم. یکی از مهمترین جنبه های مضر قارچ ها بیماریزایی قارچ است. البته اغلب قارچ ها ذاتاً بیماریزا نیستند و معمولاً به صورت ساب پروفیت اختیاری و هم در افراد مستعد ایجاد عفونت میکنند. یعنی اینا مثل ویروس ها و باکتری ها باعث عفونت در بدن و باعث درگیر کردن بدن معمولاً نمیشه. ساپروفیت همونطور که میبینیم در جلسات پیش صحبت کردیم که بعضی از پروتوزوها هم حالت ساپروفیت داشتن، یعنی که از مواد مورد نیاز خود معمولا از مواد عضوی بیجان به دست میارن. اما خب افرادی که مستعدن، افرادی که سیستم ایمنی پایین تری معمولا دارن، ای قارچ ها ای فرصت پیدا میکنه که به همچین آلا چه حیوان باشه چه انسان مثل یک عامل بیماریزی حمله کنه و مواد غذایی مورد نیاز خوده از موجود زنده هم به دست بیاره. اما به طور معمول قارچ های طور نیستن. البته خب فرصت در اینجا نیست، اما اگر در صنف حضوری انشاءالله ما و شما دادیم اونجا میشه صحبت کرد در مورد انواع بیماری هایی که ممکنه قارچ ها ایجاد کنه و چه شرایط باعث میشه که او بیماری ایجاد شد، مثلا بیماری کچلی های پوست، کچلی سر. اینا معمولا نوعی قارچ عامل بیماری میشه که البته با شرایط مستعد باشه، وگرنه در حالت طبیعی قارچ ها خودشان معمولا بیماریزا نیستن، مگر که افراد مستعد باشن که در اونا ممکنه ایجاد عفونت کنه مثل باکتری ها و ویروس ها. اگر نه در حالت عادی همچین نقش را معمولا قارچ ها ندارن. دومین نقش مضر فنجی ها یا قارچ ها تجزیه ترکیبات عضوی توسط قارچ ها. البته در بحث فواید قارچ ها میخوانیم که همین نقش یک نقش مفید هم هست، اما میشه به عنوان یک نقش مضر هم این را در نظر گرفت. قارچ ها موجب تجزیه مواد عضوی و در نتیجه باعث از بین رفتن مواد همچون چرم، تناب، سیم، میوه‌جا، شیشه، پرده، اما محصولات گندم و جو میشه. یعنی حتی به پرده و شیشه هم ممکنه متصل شه و باعث تجزیه اونا بشن و حتی در نواحی مرطوب به پلاستیک هم حمله میکنه و موجب تخریب این مواد میشه. یعنی قدرت تجزیه کنندگی به شدت بالایی داره، غیر از مواد عضوی معمولی که شما میبینید به حالت عادی گندیده میشه و عملا یعنی میره به سمت ای که تجزیه بشه،
حالا بخش از تجزیه را خب باکتری ها ممکن انجام بده و بخش دیگه از تجزیه را قارچ ها هم انجام بده، او به حالت طبیعی صورت میگیرم. اما مثلا به پلاستیک هم اینا ممکنه حمله کنن و باعث به اصطلاح از بین رفتن پلاستیک، حتی شیشه مثلا میشه. به همین خاطر در لابراتوار ها معمولا توصیه میکنن با اینکه برفرض میکروسکوپی اونجا وجود داره و ما چیز خاصی نداریم برای اینکه عمل از بین رفتن یا گندیدگی یا پوپنک اتفاق بیفته، اما ممکنه که مثلا شیشه های میکروسکوپ ها درگیر قاش بره. به همین خاطر شیشه های میکروسکوپ ها رو مثلا توصیه میشه که هر چند وقت یک بار در لابراتوار حتما تمیز بشن، چرا که ممکنه قارچی که در فضا به صورت بسیار کوچک و ذره بینه در نهایت روی شیشه بشینه و باعث از بین رفتن صافی شیشه بشه و در نهایت میکروسکوپ خوب قدرت تشخیص خود از دست بده. تصویر هم که میبینیم به صورت تزئینی میبینیم که در مثلا جاهای مرطوبی مثل حمام حتی روی دیوار، روی قسمت های مختلفی از دیوار حتی رنگ ها میبینیم که قارچ میزنم. این رطوبت باعث میشه که قارچ های میکروسکوپی که در فضا وجود دارن راحت به اینجا بشینه و تکثیر کنه و در نتیجه محلی که در اونجا قرار میگیره رو کم کم از بین ببره، چرا که باعث تجزیه میشه. یکی دیگه از مضرات قارچ ها تولید سموم قارچیه. تولید سم که به اون مایکوتوکسین هم میگه به وسیله بعضی از قارچ ها اتفاق میفته. یکی از مهمترین سموم قارچی آفلاتوکسینه. این توکسین یا سم یکی از دلایل مهم مسمومیت کبدی میباشه که در روی غلات ایجاد میشه. روی بذر نباتات مختلف قارچهای مختلفی دیده میشه، مثلا روی بذر جو 52 نوع قارچ مختلف دیده میشه و از یک عدد بذر جو میتونم 10 تا 12 نوع قارچ مایسیلیوم دار و تعداد مخمر جدا کرد. قارچ مایسیلیوم دار انشالله با در ادامه میخوانیم که قارچ ها یک از خصوصیتی که دارن یه که مایسیلیوم دارن، یعنی شما فعلا در نظر بگیرین که یک حالت ریشه مانند دارن که این ریشه ها میتونن نفوذ کنن به مواد مختلف و نام برده شده در پایین جمله از مخمرها. مخمرها باز نوع قارچ هایی هستن که مایسیلیوم یا همو ریشه های مختلف رو ندارن و به صورت یک توپ و گرد دیده میشن. پس یکی از مضرات قارچ ها تولید سم. خیلی خیلی زیاد در بسیار از کشورها روی این مسئله اهمیت میدن. مواد غذایی که برای انسان و حتی حیوان ساخته میشه را یکی از تستایی که انجام میدن حتما تست آفلاتوکسینه که متوجه باشن که قارچی در رو رشد نکرده باشه و باعث تولید سم نشده باشه که بسیار سم خطرناکه و باعث مسمومیت و درگیر شدن ارگانیسم های در داخل بدن میشه. این موضوع را خیلی در کشورهای پیشرفته اهمیت زیاد میدن که مواد غذایی حتما عاری از هر گونه آفلاتوکسین باشه، چرا که البته ممکنه که شما مواد غذایی را به چشم ببینین که مثلا پوپنک یا کپز داده که شک کنین که آیا در این آفلاتوکسین وجود داره یا سمی از این قارچ تولید شده، اما خیلی از حالت ها ممکنه که به چشم هم دیده نشه. شرایط نگهداری مواد غذایی طوری بوده که قارچ های میکروسکوپی در رو باز به صورت میکروسکوپی رشد کرده و ما نمیبینیم و در هنگام رشد تولید سم کرده و این سم به حالت عادی به صورت قارچ دیدن نمیشه، مگه که تست هایی گرفته شه و متوجه بشیم که ماده غذایی ما در رو سم آفلاتوکسین که ناشی از ازدیاد
یا ناشی از تکثیر قارچ‌ها در ماده غذایی به وجود آمده. نکته بسیار مهمی است در بحث مواد غذایی چه انسان و چه حیوان که یکی از تست ها حتما تست آفلاتوکسینی که در مواد غذایی انجام میشه. اتفاقا در سفری که ما در آمریکا داشتیم، لابراتواری که من شخصا اونجا کار میکردم، یک نفر فقط مسئولی بود که مواد غذایی که برای تهیه خوراک استفاده میشه را قبلش یک تستی حتما از نظر آفلاتوکسین بگیرن با دستگاهی که در اونجا وجود داشت. گرچه ماده غذایی خیلی تمیز و پاک دیده میشد از نظر ظاهری، اما حتما یک تست آفلاتوکسین قبل از اینکه وارد مرحله پروسس و مرحله تولید مواد غذایی بشه، حتما تست آفلاتوکسین از مواد غذایی گرفته میشه، چون سم بسیار خطرناک و باعث مسمومیت میشه که اگر فرصت شد میشه که در مورد مضرات سم هم با هم دیگه صحبت کنیم. در صنفای حضوری البته گاهی سوالات پیش میه که من خارج از آلای چپتر میام در موردی که خب این سم ها چی هن و چگونه عمل میکنن صحبت میکنم، اما چون الان این موضوع در چپتر نیست و در بحث آموزش مجازی نمیشه خیلی پراکنده صحبت کرد، شایدم درخواستی در این زمینه وجود نداره، ما داخل صنف نیستیم که ببینیم علاقه در این زمینه وجود داره یا نه، فعلا در اهمیت کفایت میکنه. باز انشالله در صنف حضوری میشه که مسائلی که برای شما سوال پیش میاره اونجا با همدیگه بحث بیشتر بکنیم. چهارمین نقش مضر قارچ‌ها واکنش های آلرژیک. یکی از مشکلاتی که بعضی از افراد با اون مواجهن بحث حساسیت یا آلرژی هم. یکی از عواملی که باعث حساسیت و آلرژی میشه اسپوریه که قارچ‌ها تولید میکنن و در فضا پخش میکنن. البته میدونید که حساسیت عواملی که باعث به وجود آمدن حساسیت میشه خیلی متفاوته. گرده گل ها میتونه باشه، ذرات گرد و غبار میتونه باشه، ذرات دود میتونه باشه، اما یکی از ذرات هم میتونه اسپورهایی باشه که قارچ ها تولید میکنن. قارچ ها هم مسلما در همه جا وجود دارن، با چشم هم دیدن میشن. بعد اسپور اونها هم بسیار سبکه و در فضا وجود داره و به چشم دیدم نمیشه. این اسپورها میتونه در افراد باعث واکنش های آلرژیک یا همو حساسیت باشه. نمونه وجود قارچ ها در فضا را شما خیلی راحت در مواد غذایی میتونید ببینید. اگر یک ماده غذایی را در یک محیط مناسبی قرار بدین، یعنی در فضای آزاد قرار بدین که ماده غذایی شما مثلا رطوبت هم داشته باشه، یا حتی نانی که هنوز کاملا خوش نشده و رطوبت داره یا در یک گوشه قرار بدین، بعد از مدتی میبینه که پفنک یا کپک زده. این نشان میده که اسپورها یا حالا فعلا چون اسپور شما نخوندین، عمود دانه هایی که پخش میشه در فضا و اونا در نهایت قارچ میشه یا فنجی میشه، اونا در فضا بسیار پراکندن و زیادن. مثلا شما نان رو که مرطوب در گوشه قرار میدین، بعد از مدتی میبینین که پفنک یا کبک زده یا همچین مواد غذایی. این نشان میده که این اسپورهای قارچ در اطراف ما خیلی خیلی زیادن و برای رشد البته منتظر فرصتن که یک ماده غذایی وجود داشته باشه، رطوبت وجود داشته باشه و بتونن خود نشان بدن. منظور از اسپور میشه فعلا همینطور در نظر بگیرین که دانه های ریزیه که مثل گرده گل که این دانه های ریز قارچ تولید میکنه به فضا پخش میکنه تا اگر شرایط مناسب شد در جایی رشد کنه. تعداد آنها هم بسیار بسیار زیاده. یکی از مضرات دیگه قارچ ها درگیر کردن آرد و نانه. آرد بدون قارچ وجود نداره در واقع. به عنوان مثال از 522 نمونه آرد که از آسیاب های مختلف به دست آمده،
معلوم شده که تعداد اسپور در هر گرام از چند عدد تا چند هزار متفاوت بودن. یعنی بدون استثناء آردایی رو که جمع‌آوری کرده بودن از آسیاب های مختلف، در داخلش اسپور قارچ وجود داشته. اما در مورد نان، حرارت تنور قارچ از بین میبره، حرفی نداریم. یعنی اگرم وجود داشته باشه، وقتی که ای آرد خمیر میشه و خمیر در داخل تنور قرار میگیره، ای اسپور و قارچ در نهایت از بین میره. اما نان بعد از تولید که هنوزم رطوبت داره، خیلی سریع درگیر قارچ میشه. یعنی نان قبل از خروج از نونوایی یا بعد از آن حداقل به 3 نوع قارچ مختلف آلوده است. یعنی به محضی که نان تولید میشه، تا برسه به دست مشتری و مشتری به خانه خود بیاره، گفته میشه که حداقل به 3 نوع قارچ الان آلوده شده. ای که باز خب شرایط مناسب باشه تا بتونه رشد کنه، مسئله دیگه ایه. حالا ای که ما بچه ها در صنف ها سوال میکنه که خیلی برای ما مضر هست یا نیست، و بحث دیگه ایه که انشالله در ادامه وقتی در مورد قارچ و بیماری زیانت صحبت کردیم، یکم بیشتر در این مورد سوال میکنم. و اگرم حضوری ما و شما هم دیگر دیدیم، میشه در این موارد، چون بحث های طبیه، میشه بیشتر در این موارد صحبت کرد. و الان به صورت خلاصه گفته شد که اونا در داخل بدن مشکل رو ایجاد نمی کنن، مگه ای که اونا مثل همین تصویری که در پایین میبینین در نان رشد کرده باشه. اینا نوع قارچن دیگه، حالا به نام کپک یا پنبنک ما میشناسیم، رشد کرده باشن که در نتیجه ممکنه غیر از این که حالا ظاهر خوشایند ندارن، اینا در داخل نان سمومی را هم تولید میکنه که این سمها بسیار بسیار برای بدن مضرن. حالا چون سرتان رو به درد نیارم، این جلسه را ختم میکنم. انشاءالله ادامه بحث با همدیگه پیگیری میکنیم در جلسه آینده. خدا نگهدارش.